خب سه ماه پس هنوز باقی مونده، ولی اونایی که احساس میکنن خسته شدن، چون فکر میکنن نزدیک 6 ساعت شده تا حالا، خیلی نگران نباشن. این مباحث دیگه کوچکتر هست و خیلی تکنیک نداره. مبحث بعدی که میگن توی درمانهای مؤثر اعتیاد وجود داره اینه: نگرش فراگیر و چندبعدی. و معنیش اینه که هدف درمان فقط مصرف مواد مخدر نباشه. در صورتی که به صورت سنتی همیشه فکر میکردن که خب مسائل اختلافات خانوادگی، افسردگی، اعتماد به نفس پایین، این که نمیتونی تو خیلی از امور موفق بشی، خجالتی بودن، غیره، اینا به درمانگر اعتیاد ربط نداره که. ما میخواییم با وسوسه، عود، لغزش، آزمایش ادرار، با این چیزا کار داریم. دیدن هر چقدر شما هدف رو فقط میذاری روی درمان اعتیاد، نتیجه و اثر بخشی کمتر میشه. اینی که پس برای اون قسمت ها باید بری جای دیگه، برای افسردگی باید بری جای دیگه، برای اینی که میگی مشکلات جنسی داری باید بری جای دیگه. برای همین اصطلاحی به کار میبرن، میگن broad based treatment. broad یعنی چی؟ یعنی فراخ، عریض. based یعنی چی؟ یعنی قاعده. یعنی درمان رو جوری بگیری که همه ی مشکلات بیمار توش شامل بشه، نه فقط مصرف موادش. مسئله همبودی، comorbidity مورد توجه قرار گیره. این نظامی که اعتیادتو ما درمان میکنیم، مشکلات دیگر تو کلینیک مشاوره، کلینیک زناشویی، کلینیک مسائل خانوادگی، کلینیک روانپزشکی درمان میکنه، جواب نمیده. میگن باید همش یه جا باشه. اون کسی که کمکش میکنه لغزش نکنه، وسوسه نشه، باید همون کس کمکش کنه که سرزنش عصبانی نشه. یعنی مشکل باید همگی با هم حل بشه. به سایر مشکلات بیمار، اجتماعی، فردی، زناشویی، خانوادگی و شخصی توجه شه. پس اینه. به همین دلیله که وقتی شما با بیمارانی مواجه میشید، چه تو ارزیابی، چه تو هدف گذاری و چه تو درمان، همه خیلی سریع فقط موارد مصرف، instance of use تو ذهنشون میاد. در صورتی که اثرات اختصاصی که مواد توی زندگی طرف گذاشته، اینی که خوابشو خراب کرده، افسردش کرده، بیقرارش کرده، مضطربش کرده، اونا هم اهمیت دارند. و از اون مهمتر، ببینید این قاعده هرم هرچی میریم پایین بزرگتر میشه. تغییرات فراگیر کلی، اینی که اعتماد به نفسش تو زندگی پایینه، کار درست نمیتونه انجام بده، هیچ دلخوشی نداره، هیچ تعهدی به یک کارکرد مناسب نداره، حتی اونا مهمتره. پس نوک هرم خیلی مورد توجهه. یعنی وقتی خانواده ها مراجعه میکنه همیشه اینه تو ذهنشون، در صورتی که شما درمانگر اینا مهم. و وقتی میخوایی یه بیمار رو ببینی، فقط نباید اینو ببینی، باید کل مجموعه رو ببینی. یعنی اون تغییرات کلی که تو زندگیشه، تو روابط بین فردیش، یه آدم گوشه‌گیر شده، دیگه خیلی اتصال عاطفی به بقیه نداره. اینا خیلی مهمتر از اینه که این پنجشنبه مصرف داشته یا نه، چهارشنبه هشش کشیده یا نه. حتی بعضی ها میگن وقتی شما شروع میکنی ارزیابی رو، باید این پیام رو به بیمار و خانواده منتقل کنی که ببین ما فقط دنبال مصرف مواد نیستیم. فکر نکن اومدی اینجا فقط اونو مخاطب قرار بدیم. ما میخواییم بریم پایین و اون قسمت‌های قاعده هرم رو ببینیم. اصلا میخواییم با کل زندگیت یه جور عجین بشیم و کل تغییر تو زندگیت مهمه. برای همینه گروه هایی که موفقن، مثل کنگره هست، مثل NA، هدفشون اینه که میگن اصلا سبک زندگیت باید عوض بشه، سبک روابط بین فردیت باید عوض بشه، آرزوهات، آمالت، اهداف زندگیت، همه چی باید عوض بشه. اینی که من میخوام همون آدم باشم فقط موادو بذارم کنار، نمیشه. این داستان فراگیرتر از اونه. وقتی بیماران مراجعه میکنن، در جلسه آرام با وقت مناسب و محیط مناسب درباره رفتار و حالات بیمار از خانواده وی اطلاعات لازم رو به دست بیارید، هم از خودش هم خانواده. معمولا شروع اپروچ شما، شروع روی کرده شما اینجوریه: از حوزه نگرانی خانواده شروع کنید. حوزه نگرانی خانواده اکثریت قاطع موارد instance of use، یعنی این بالاست، موارد مصرف. یعنی خانواده ها همیشه اون نوک هرم رو میبینند. چی شده آوردینش اینجا؟ یه گرد سفیدی پیدا کردیم که توی کشوش بود. این یه ماده شبیه قرقروت مصرف میکنه.
و جالبه حتی درمانگرم تو این تله میفته. من بارها دیدم درمانگران سر کارگاه ها این سوالو میکنن، خب اگه ما موادو ببینیم ما نمیتونیم بشناسیم، ما از کجا بفهمیم این گرد سفیدی که تو جیبشه مثلا نمکه یا اینی که آمفتامینه؟ و جوابش اینه، مگه شما اداره تشخیص هویتی؟ مگه شما نیروی انتظامی هستی؟ نیاز نیست بشناسید. شما اون قاعده هرم برات مهمه، تغییرات فراگیری که تو زندگیش اتفاق افتاده، اینی که میبینی که دلبستگی به جایی نداره، اتصال عاطفیش تضعیف شده، فانکشنش آسیب دیده، دیگه نمیتونه درس بخونه، تمرکز نداره، اونا مهمه. اون گرد سفید تو نگاه اول مهمه و هدف درمانگر اینه که از اونجا شروع کنه بیاد پایین. از حوزه نگرانی خانواده شروع کنید، مثلا گرد سفیدی که مشاهده کردند. درباره مصرف مواد سوال شود، چه دیده اید، کجا، چه مدت. ولی کم کم بیاید حالتها رو فراخ کنید. broad based لغت رو یاد بگیرید، broad based approach، broad based treatment، broad based psychotherapy. چه حالت غیرعادی اختصاصی دیدید؟ مستی، نشگی، پرخاشگری، فراموشی، منگی، کندی، پرحرفی، نبود مهارها و اینا. ولی اینا برای شروعه، برای دستگرمیه، برای اتصال درمانی با بیمار و خانواده است. کم کم بگی ببین ولی همه این تغییرات نیست، تغییرات دیگه ای هم هست، افت کار کرد، ورشکستگی، افسردگی، مشکلات زناشویی، تغییرات شخصیتی، مشکل تحصیلی. یعنی از نوک و اینستنس آف یوز، موارد استعمال شروع کنید و به این پایین بیاید. جنگ اصلی شما، حالا لغت جنگ لغت مناسبی نیست، اینجاست نه اینجا. مشکل اصلی شما حل اینجاست، سالمسازی این منطقه است نه سالمسازی اینجا. یعنی میگی که ببین این پایین آسیب دیده، این به هیچکی اعتماد نداره، از هیچکی خوشش نمیاد، یک خشم عمیقی به کل دنیا درش تجمع پیدا کرده، به زمین و زمان فحش میده، همه رو دشمن میبینه، همه رو بدخواه میبینه. و شما دقت کردی ادبیاتی که به کار میبرن ادبیات پاتولوژیکیه. خود شما هم تو وایبر این ادبیات رو رزونانس میکنه. این دور زمونه هر چی دیدیم نامرد بود، یاد گرفتیم به کسی دل نبندیم چون بی وفا در میاد، نمیدونم تجربه بهم نشون داده هر کی به بیشتران مردم بیشتر احترام بذاری بیشتر سوارت میشد. یعنی یک دید معیوب پاتولوژیک به روابط بین فردی در جهان. حالا من فکر کنم شاید اصلا باید یه نوبت بذاریم همه این دیدای معیوب رو جمع کنیم، چون آدم خیلی متاثر میشه، یعنی گروه وایبری روانشناس بعد اونو دارن میفرستن. اومدیم به هر کی محبت کنیم جز مثلا نفرت ندیدیم، این نمیشه. اگه تو اینجوری واقعا فکر میکنی خودت معیوبی، سبک نگرشت به جهان معیوبه. به هر کی دل بستیم بی وفا در اومد، نگرد ما گشتیم نیست. اینا یعنی یک پسیمیستیک dysfunctional interpersonal attitude. و میبینی ایناست که معتاد و زمین میزنه. این داستانی که همه دزدن، همه کلاه بردارن، هیچکی منو نمیفهمه، کاش آدم میمرد و آخرش هم برای همین خودکشی میکنه. و شما همش فکر کنی گیر مواد، گیر مواد. اون تو اثرشو گذاشته و اون پایین رو خراب کرده. پس شما یه درمانگر عمومی باید باشید، نه یه درمانگر اختصاصی. درمانگر اختصاصی فقط اون 8 تا 12 هفته درمان ساختاریه که برای شروعه، بقیهش ایناست. پس این داستانی که ما چیکار کنیم با این بی‌اعتمادیش، با بی‌اعتمادی بقیه مردم چیکار می‌کنیم، با اختلال شخصیتی چیکار می‌کنیم، با آدمای پرخاشگر چیکار می‌کنیم، با آدمای پارانوی چیکار می‌کنیم. منتها شما همین ذهنو داری که معجزه زمانی اتفاق میفته که آزمایشش منفی میشه و دیگه مواد نمیزنه. این اگه بتونم یه ماه دو ماهی کاری کنم مواد نزنه، لابد همه اونا خود به خود درست میشن. نه، فقط اثرات حاد درست میشه، اون پسیکوزه میره، اون دلیریومه میره، کانفیوژن میره، ولی اونا باقی میمونه. حتی معتقدن نه تنها شما اینجا بی پایین بیا، حتی عمیق‌تر بشو، خودش رو فقط نبین، دینامیک و سیستم اطرافش رو هم ببین، چون نمیشه فقط یه نفر معیوب باشه، دینامیک اطرافش هم معیوبه، خانواده‌اش هم یه اشکالایی دارن و واکنش خانواده، فرضیه‌هاشون. یعنی شما وقتی خانواده معتاد رو نگاه میکنی، من اینو تو مبحث خانواده درمانی بیشتر میگم، تو اونا هم انکار میبینی، تو اونا هم دلیل تراشی میبینی، تو اونا هم سرزنش یکدیگه، همدیگر و بچه رو اینا رو سرزنش میکنن، تو اونا هم شرم و گناه میبینی.
تو اونا هم جبران افراطی مناسبات بیرونی رو میبینی. مثلا سعی دارن خودشون رو خیلی مؤمن، خیلی درستکار، خیلی آدمای مقید نشون بدن، در دفاع به اون به هم ریختگی که اون درون وجود داره، رولهای معیوب، حمایت مشکل آفرین. اینا رو همه‌شو در مبحث خانواده درمانی صحبت می‌کنه. معاملات مشکل سازی که با بیمار می‌کنن. کل تلاششون اینه که موتور براش می‌خریم اگه 3 ماه مواد نزنه. خشم و پرخاش، تسلیم و بی‌تفاوتی. همه اینا چیزاییه که توی دینامیکای خانواده دیده میشه، به اونا جدا صحبت خواهیم کرد. پس ببینید، یعنی می‌خوام بگم اگه مدل جراح بخوای نگاه کنی، فقط برداشتن اون زایعه کمک نمی‌کنه، یعنی قطع مصرف. دیدید مثلا میگن رادیکال ماستکتومی، نمیدونم رادیکال سرجری، میگن اون زایه رو برمیداری، بافتای اطرافش رو برمیداری، قدر لنفاوی رو برمیداری، بعد میری بالاتر نمیدونم یه تعدادی از بافتای کبد و اینا رو هم برمیداری. آره اینم اینجوریه، منتها کار شما مثل جراح اکسایز کردن نیست، اپروچ کردنه. یعنی نمیشه شما 6 سال آمفتامین مصرف کردی و بعد دینامیک اعتماد زناشویی مثلا دست نخورده باشه، دینامیک اعتماد بین فردی دست نخورده. و اون سبکای معیوب روابط بین فردی هست، یک اینترپرسونال تراپیه، باید اونا درست بشه. پس هر چقدر شما از مواد به صورت خالص دور بشید و قاعده هرمتون رو فراختر ببینید، امکان بهبودی بیشتره. البته اینم بهتون بگم، یه سری افراد هستن که هنوز که هنوزه به اون سبک سنتی که ما کار فقط با مواد داریم، به بقیه چیزا کار نداریم، هنوز طرفدار داره، ولی روز به روز داره درصدشون کم میشه. این خودشون هم فهمیدن نمیشه فقط مواد. اصلا شما اینه رو نگاه کن، اصلا یه تغییر هویتی پیدا میکنن، حالا چه مثبت چه منفی. مثلا بعضی ها اصلا شما اینه رو میبینی، اصلا سبک جهانبینیشون عوض میشه بعد 10 سال رفتن اینه، اصطلاحایی که به کار میبرن، جوری که دیگران رو ارزیابی میکنن، یعنی یه تغییر فراگیر اتفاق میفته. من این دوتا دیدگاه رو با هم فهرست گونه مقایسه کردم. اونایی که میگن آقا محوریت مصرف مواد مخدره و درمان هدفش این که مواد نزنی، همین، کار دیگه به چیزای دیگه نداریم، در مقابل اونایی که قاعده خیلی فراخ میبینند. من فکر کنم خیلی توضیح ندم، خسته هم شدید، فقط از روش بخونم شاید یه قسمتی براتون روشن بشه. مشکلات بیمار ناشی از مصرف مواد مخدر است، این دیدگاه. یعنی هر بدبختی که داره کار مواده، تنبله کار مواده، دروغ میگه کار مواد، نمیدونم دیر میاد خونه کار مواد، شوهر خوبی نیست کار مواد. بیمار از مجموعه ای از مشکلات رنج میبرد که مصرف مواد مخدر یکی از اوناست. حالا چه قبل بوده چه بعدش اضافه شده، ولی داستان فقط نیست. برای همینه، ببین این دیدگاه باورش اینه شما 6 ماه مواد نزنی باید درست شی، ولی این دیدگاه میگه نیست. برای همینه که بیمار یه جا قرنطینه نگرش میداری، میگن یارو مثلا 6 ماه تو کمپ نگرش، اومد بیرون دوباره همون مشکلات. دینامیک خراب. قطع مصرف مواد مخدر یگانه هدف یا هدف اصلی درمانه. اینا همونایی هستند که آزمایش ادرار براشون یه بوت میشه. هر جام گیر میکنه آزمایش ادرار، آزمایش ادرار. یا میبینی سوالی که سر کارگاه میکنه اینه: آی دکتر، من این مریض دارم 3 ماه داره بیاد پیش من، ولی هنوز گهگاه آزمایشش مثبت میشه. یعنی همینش مهمه، چیز دیگه‌اش مهم نیست. قطع مصرف مواد مخدر یکی از اهداف درمان است. هدف اصلی رفع مشکلات بیمار. مصرف مواد مخدر به خودی خود یه مشکل است که باید رفع بشه. اینا یه جور اخلاق گرایی هم توش هست. باید مواد بذاری کنار. مصرف مواد مخدر به این دلیل مهم است که ممکن است عامل تشدید مشکلات زندگی بیمار باشد. حتی قطع مصرف موادی که هیچ مشکلی ایجاد نکرده است یک هدف درمان. ببین اینو تو خیلی از کارگاه سوال میکنه. یه آدم یا 30 ساله داره تریاک میکشه، میگی مشکل روانی داره؟ نه. مشکل اجتماعی داره؟ مشکل خانوادگی داره؟ نه. برای چی میخواد قطع کنه؟ خب میگه تریاک زشته. میگه ما رو اون میتونه قطع کنه، ولی اون دینامیکش فرق میکنه با یه آدمی که خودکشی میخواد بکنه، خودزنی میخواد بکنه، زندگیش به هم پاشیده، به هیچ کی اعتماد نداره، جهان رو به خیر و شر تقسیم کرده، تریت های شبیه بوردر لاین داره. جهان اینا فرق میکنه. من درمانگر اعتیاد معتقدم اگه مشکلی برات ایجاد نکرده، پس اسمش اعتیاد نیست. زمانی اعتیاده که برات مشکل ایجاد کرده. حتی اگه 30 روز هر روز داری استفاده میکنی، بعیده همچین آدمی پیدا بشه، خیلی بعیده. ولی اگه پیدا شد، دینامیک اون فرق داره با اونی که سافر میکنه، داره رنج میبره.
مصرف ماده مخدری که هیچ مشکلی ایجاد نکرده است به خودی خود هدف نیست و انتخاب بیماره. در ارزیابی بررسی دقیق چند و چون مصرف مد نظر است. اینا همونایی هستند که پانیک میکنن، میگن اگه ماده رو ما نشناختیم ما چیکار کنیم؟ یا اومد به ما گفت من گل مصرف میکنم، من اینقدر ترسیدم چون نمیدونم گل چیه، اصلاً ندیدم، پس من چجور میتونم اینو درمان کنم؟ جوابش اینه، ربطی نداره. این یک دینامیک معیوب با یک ماده و روابط بین فردی داره. چند و چون دقیق مصرف چندان مهم نیست، مهم عوارضی است که ایجاد کرده. پس اینه که واقعا یه نخود بوده یا یه مسقال بوده؟ میگم اینا همه سوالا پیش میاد. باز حالا من اینو میگم، اگر شما این ویدیو دیدی و نپرسیدی من هر چی میخوای بگو. آخر کارگاه میاد اینو میگه که آقا فرق نخود با مسقال چیه؟ آره حالا ممکن از رو کنجکاویش میخواد بدونه، اون مهم نیست، اون خیلی خوبه، ولی گیرش اینه که من چون فرق این دوتا رو نمیدونم چجور درمان کنم معتاد رو. یا معتاد راست نمیگه آی دکتر، مثلا به ما میگه یه مسقال مصرف میکنه، بعد خانومش میگه نه دو مسقال، خب اینی که اینجوریه من چجور درمانش کنم؟ ببین یعنی دینامیک رو یه جور دیگه داره میبینه، اون نیست مشکل. مشکل یه مسقال دو مسقال یه نخود دو نخود نیست. اونا تو طلا فروشی اهمیت داره، آره مثلا قیرات و اینا هم تو واحدهای دقیق‌ترش. مشکل اینه که چه آسیب فراگیری تو زندگیش زده، اونه که باید درمان بشه. این رویکرد با مقاومت بیشتر بیمار مواجهه. طبیعیه وقتی آزمایش ادرار بوتته و اینی که چی مصرف میکنی و من میخوام تمام هدفم اینه که مصرف نکنی، گارد میگیره دیگه. بیماران از این رویکرد بیشتر استقبال میکنن، چون تقریبا همه معتادایی که اومدن کلینیک، حتی اونایی که به زور آوردنشون، یه مشکلی تو زندگیشون هست. حداقلش اینه که خانواده با اینا تفاهم نداره. حداقل مشکل بیماری که به زور او را به کلینیک آوردن و معتقد است من معتاد نیستم، اینه که بس نشون میده بین تو و خانواده اختلاف هست و داری از این اختلاف رنج میبری، سرکوف میشنم. بیا روی این کار کنیم، بیا اینو حلش کنیم. اینه که خانومت به زور می آوردت آزمایش ادرار بدی، خب نشون میده یه بی‌اعتمادی هست دیگه. و با بی‌اعتمادی اینجوری پس نشون میده سافر میکنی، رنج میکشی، حتی اگر خودت معتقدی که اون چیزی که مصرف میکنیم مخدر نیست. بیا اونو اپروچ کنیم، بیا هدفمون این باشه که چی شده پدرت تو رو با قول 4 تا قلدر سوار ماشین کرده آورده اینجا. من نمیخوام بگم تو معتادی یا چی مصرف میکنی، میخوام بگم که این اختلاف، این بدبینی، این عدم اعتماد به هم از کجا اومده. جلسات روان درمانی ما میخواد راجع به اون باشه. و اینم بهت بگم، هدف نهایی ما این نیست که از زیر زبون دراریم که تو مواد مصرف میکنی بعد جلوشو بگیریم. هدف نهایی ما اینه که تو و پدرت بتونی با تفاهم با هم زندگی کنی، یا یه فاصله رو از هم رعایت کنید که مجبور نشید با کلانتری بیاین نیویورک. جنبه عملگرایانه دارد. اگر مواد مخدر عارضه ای ندارد، دخالت درمانگر لازم نیست. در این صورت یک انتخاب فردی است، نه مشکل طبی. ولی این دیدگاه به نوعی جنبه آرمانگرایی و اخلاق گرایی دارد. مصرف مواد مخدر به خودی خود زشت و نادرست است. فکر کنم ایده گرفتید از این درمان براد بیست که ما میگیم، درمانی که مشکلات محورند نه مصرف مواد. این اسلاید رو تو ذهنتون خواهش میکنم مرور کنید، اگر خوب خوانا نیست توی دیویدیتون پی دی افش فایل پاورپوینتش هست، خیلی کمکتون. پس فکر کنم مفهوم درمان فراگیر و چندبعدی رو دیدید. این یه مقدار واقعا تجربه میخواد، چون اتوماتیک تو بدن ما نهادینه است که تا معتاد میبینیم میخوایم درستش کنیم و تمام بدبختیارم انتساب میدیم به اون ماده. اینی که نمیتونی کار کنی، اینی که فکرت خوب نیست، اینی که افسرده ای. ولی فراموش نکنید اولا همه بدبختیاش ناشی از ماده نیست، ثانیا قسمت زیادی از بدبختیاش فعلا موقتا علل حساب داره توسط اون ماده کنترل میشه، تقلیل پیدا میکنه. وقتی شما ماده رو میگیری حتی ممکنه مشکلات و بدبختیاش حتی بیشتر بشه. پس اتوماتیک فکر نکنید. در طب عفونی معمولا اگر شما در مایه CSF ات باسیل پیدا کنی، استرپتوکوک پیدا کنی، اتوماتیک شما رو درمان میکنند. یا حتی اگه یادت باشه میگفتن باکتریوری بدون علامت رو هم باید درمان کرد. ولی این فرق داره. در واقع مورفینوری بدون علامت رو ما درمان نمی کنیم. ما درمان علامت می کنیم. مشکل می کنیم. نه مورفینوری. خب آموزش. پس عنصر بعدی که در روان درمانی های موفق وجود داره
پدیده آموزش است. همه اینا جنبه‌ای از آموزش بیمار و خانواده رو دارند. اون تا آموزشش ببینیم کلاس درس. بشینیم ما مثلا نوت برداریم. اعتیاد چیست؟ مراحل اعتیاد را نام ببرید. به طور مختصر توضیح دهید عوارض مصرف مواد رو. اینجوری آموزش نمیدن. آموزش معمولا اینتراکتیوه. کالرفوله، رنگارنگه، پوستر داره، جذابه و یه حالت خلاقانه میخواد دیگه. کلینیکا رو میری میبینی در و دیوارش پر از فکتای آموزشیه و این فکتا رو ما سعی کردیم تو بعضی کتاب ها بذاریم. مثلا این کتاب هاییه که اینکاس تا یه حدی چاپ کرده با کمک مؤسسه آقای دکتر اختیاری و چیزای خوبی هست به زبان ساده گفته. بهتر از این البته میشه و باید هم بشه. و در واقع هدف ما اینه که بعضی پیام ها منتقل بشه. پیام هایی که شما همین الان یاد گرفتید. که مثلا هدف فقط آزمایش ادرار منفی نیست. هدف تغییر سبک زندگیه. هدف حل مشکلات بین فردیه. مچگیری هدف درمان نیست. کمک به حل مشکلات هدف درمانه. یا دور نگه داشتن پسیو معتادان از مواد ولو به اجبار به طور اتوماتیک به بهبودشون منجر نمیشه. ولی به درمان پسیکوزشون منجر میشه. اینا همه فکتاییست که خانواده ها باید بدونن. من دیگه تو محتوای سایکو ادویکیشن نمیرم. محتوای سایکو ادویکیشن همین چیزی که شما یاد گرفتین دیگه. تو این دیویدی های اعتیاد یاد گرفتید به زبان ساده باید برای خانواده ها توضیح بدید. آخرین عاملی که توی درمان های موفق وجود داره و تقریبا همشون از اون استفاده میکنن قراردادهای ساده و تکالیفه. یعنی میان یه سری کانترکت های درمانی با بیماران اجرا میکنند و این جزء خرده تکنیک هاییه که تو همشون چه سی بی تی باشه، چه 12 استپ باشه، چه خودیاری باشه، چه حتی اینسایت اورینتد این پرسونال باشه توش به کار میره. حالا من فقط کلیاتش رو میگم، جزئیاتش هر جا درمان مربوطه رو خواستیم بگیم اشاره میکنم. قراردادها خاص و مشخصند. اینکه خودتو عوض کن اینا شد قرارداد. اینکه سعی میکنم آدم مثبتی باشم قرار داده بود. بسیار محدوده. دیگه تا آخر عمرم مواد نمیزنم. دیگه کتککاری نمیکنم. دیگه دزدی نمیکنم. اینا قرارداد نامحدوده. اینا قبول نیست. قراردادها خیلی ساده است. منحصر به یه خواسته و کوتاه مدته. بیا تا پس فردا مواد نزنیم. بیا این هفته آزمایش ادرارت منفی باشه. بیا این هفته چرت نزنی. بیا این هفته پاک بمون. امشب یه فعالیت مثبت انجام بدی. فردا صبح 45 دقیقه بدوی. 2 ساعت امروز بری مهمونی و سعی کنی با دیگران حرف بزنی. امروز موبایلتو روشن نکنی. به اون دوستی که میگی معتاده 24 ساعت زنگ نزنی. اینا همش میتونه قرارداد ساده باشه. و اگر افراد در محدوده تواناییشون باید باشه. پس اینی که دیگه مواد نزنیم قرارداد بندیم اصلا نیست. اگر قادر به اجرای آن نبود به اجزای ساده تر تعدیل میشه. هر هفته تمدید یا تغییر مییابد. و معمولا یک قرارداد در هر نوبت اعمال میشود. 100 تا قرارداد بارش نمیکنیم. و این قراردادها بعداً میگن کمک میکنه به شکل گیری سلف افیکسیشون. حالا ما توی مباحث تخصصی تر به این اشاره میکنیم. مثلا فرض کنید تو مبحث شروع کننده ها. یه قرارداد ساده اینه. 3 تا از شروع کننده هایی که تو محیطت هست رو حذف کنی. مثلا میگه اون فندکه رو آخه خیلی دوست دارم ولی خب باید حذفش کنی. آخه من اون تابلو نقاشی مرام کلی خاطره است. این قاب عکس کلی خاطره است. من بودم و نمیدونم نامزد سابقم و حالا همون از اون دوست دخترش. اون بودم و با 3 تا از دوستام مثلا اینا مهمونی بود من این عکسو گرفتیم خیلی مهمونی خاصی بود. من اولین بار اونجا شیشه کشیدم. اون عکس رو باید پاره کن. اینا قراردادهای ساده است. منتها در راستای اون هدف. اگر شما هدف درمانی بازتوانیه قرارداد سادهش اینه که امروز 15 دقیقه میری پیاده روی. اینا همش تکنیک هایی که تو تقریبا تمام روان درمانی ها وجود داره. خب پس اونا رو دیدید. قبل از اینکه تموم بشه یک نکته دیگر هم بگم. پیگیری بیماران تو تقریبا بیشتر روان درمانی ها مطلوبه و توصیه شده و میگن بیماران رو مرتب فالوآپ کنید. و جالبه مثلا همین عنصر پیگیری دیدن به اندازه کلی تکنیک روان درمانی در موفقیت موثره. یعنی روانشناس شما کلی زحمت میکشه، کلی تلاش میکنه، مثلا 10% کارایی میره بالا. یه تلفن و پیگیری ساده 15% کارایی و باندگاری درمان موفقیت نهایی رو بالا میبره. پس در انتهای صحبت از این غافل نشید.
پیگیری هم معمولا اینجوریه. البته اینو بهت بگم، قبلش باید اجازهشو از بیمار بگیرید. یعنی وقتی بیماری میاد کلینیک باید ازش بپرسی آیا ما مجاز هستیم شما رو پیگیری کنیم؟ آیا اجازه میدید ما به شما زنگ بزنیم وقتی شما نمیای کلینیک؟ خب باید اینها رو در واقع از قبل اجازه بگیرید و خرابکاری هم نکنید. باید بپرسید که آیا ما زنگ میزنیم خونتون، بقیه در جریانه؟ اگه کسی دیگه گوشی رو برداشت ما باید چی بگیم؟ آیا ما مجاز هستیم اگه کسی دیگه سوال کرد که شما از کجا تماس میگیرید بگیم ما از مرکز کلینیک ترک اعتیاد و برای آقای؟ اینا رو همه شو باید قبلش مشخص کنید. وقتی مریض نیومد این کار ساده رو انجام میدید، خود را معرفی کنید و نشان آشنایی فردی دهید. نشان آشنایی فردی خیلی مهمه. زنگ که میزنید میگید که من پزشک کلینیکتون هستم، مصطفی. یادتون هست هفته قبل هم دیگر رو دیدیم، داشتیم راجع به مسئله متادون بحث میکردیم و شما وسطش گفتید که این هفته امیدوارید بیاید. یعنی طرف میگه آره. یعنی یه جور ببین در جهت کانکشن بین فردیه، اتصال بین فردیه. خواستم یادآوری کنم که امروز قرار داشتیم با هم ساعت 2 و شما نیومدید. از نیومدن بیمار نگرانی خود را ابراز داریم. ما گفتم اینم چی شده؟ نگران شدم. مشکلی براتون پیش اومده؟ خدای نکرده کسالتی چیزی پیش اومده؟ میشه بگین چی شده نیومدی؟ نه اینکه فقط زنگ بزنین الو از کلینیک مثلا توانمندی زنگ میزنم شما امروز باید میومدین و نیومدین. این پیگیری نشد. پیگیری کنید چی شده نیومده است. از وی چند تا تایید و بله بگیرید. نمیدونم این سوال برامون بود که آیا از کلینیک ما ناراضی بودید؟ آیا دوست دارین تو کلینیک ما درمانو ادامه بدید؟ آیا دوست دارید علاقمند هستید دوباره مراجعه کنید اینجا؟ آیا مایلید ادامه درمانتون پی بگیرید؟ آیا از خدماتی که ما اون سری با هم بحث کردیم ناراضی بودید؟ مشکلی داشتید یا راضی بودید؟ و بعدش بگید حالا باید چیکار کنیم؟ حالا به نظر شما ما باید چیکار کنیم که شما امروز نیومدید؟ اون یه ذره میگه خب میام خدمتتون، منومن میکنه. والا ببخشید گرفتاری پیش اومد، من نتونستم. خیلی هم راضی ام از کلینیکتون. بله میخوام درمانو ادامه بدم. این چارچوب رو رعایت کنید. خب پس من با اجازهتون فردا ساعت 1 براتون وقت میذارم. یعنی طرف رو یه جور متحدش کنیم. پس ببین یه ایموشنال اتچمنت، آشنایی فردی، ابراز نگرانی، یادآوری قضیه، گرفتن یه مقدار تایید و افزایش سلف افیکیسیش. من خواستم بدونم شما میتونید بیاین کلینیک دیگه، دوست دارید ادامه بدید، خودتون علاقمند به این روش درمانی ما هستید. و بعد پرسیدن نظر بیمار و بعدش دادن پیشنهاد. و این کار رو اینقدر تکرار میکنید تا طرف بیاد، یا اینکه طرف بگه دیگه بهم زنگ نزنید، دیگه بسه، دیگه نمیخوام کلینیک شما تماس بگیرید. ولی تا زمان اینکه طرف هی قول میده بیاد و نمیاد، شما پیگیری تو ادامه بده. این خودش یه تکنیک خیلی ساده است، ولی عجیبه. دیدن مثلا مریضی که نمیاد 5-6 بار پیگیریش میکنی بالاخره میاد، ولی درصدی از اونها تو درمان میمونند. و بهتره این کار رو منشی نکنه، درمانگر بکنه و آشنایی شخصی بده. نه اینی که من از طرف خانم فلانی زنگ میزنم، خودم هستم. متوجه فقط حواستون به همون ریزکاریای امنیتی و رازداری و ایناش باشه که یکی دیگه گوشی رو برداشته، خانومش آقا شما چی؟ شما درمانگرشی، مگه معتاده؟ کجا میاد؟ اینا رو باید از قبل با بیمار هماهنگ کرده باشید. در صورت از دست دادن وقت مراحل فوق رو دوباره تکرار کنید. جالبه، مثلا شما فرض کنید میری یه کورس میگذرونی، اصول روان درمانی نمیدونم فلان، این هم زحمت میکشی، میبینی کارهای کلینیک شما 15% میره بالا، با پیگیری ساده هم همونقدر میره بالا. پس چه خوبه که اینا رو برای مراکز درمانیتون پیاده کنید. خب چون وقتمون رو به اتمامه، من یه مقدار سریعتر از روی این رد شدم، ولی فکر میکنم اصولش براتون واضح بود، خیلی چالش برانگیز نبود. و ما اینجا مجموعه ای از اصول پایه در روان درمانی های اعتیاد رو دیدی. اینم بهتون بگم اگه شما حتی داری متادون میدی، باز اینا همونقدر مهمند. فکر نکن چون متادون دادی دیگه نیازی نیست اینا رو اجرا کنی. و اینجوری بهتون میتونم بگم این قسمت کار رو یادتون باشه گفتم شاید تا 70% باشه. به نوعی شاید بگم تا این پایین بیای تا 80-85% سهم درمان اعتیاد رو انجام داد. اون 15% بقیه اینم از خودم نمیگم، رو پژوهش ها هست. پروژه مچ یادتونه، پروژه کامباین یادتونه، همه اونا دیدن آره تکنیک های اختصاصی با درمانگر آموزش دیده
افیکسی رو مثلا 10% 15% میبره بالا، ولی همینها بیشتر سهم درمان رو ایفا میکنه. پس همینا رو که انجام دادی بیشتر راه رو اومدی. در دیویدی بعدی راجع به تکنیک های اختصاصی، یعنی اون سهم 15% میایم به شما آموزش های لازم رو ارائه میکنیم. ولی فراموش نکنید اگه اینا رو انجام ندی، اینا رو رعایت نکنی، پیچیده ترین تکنیک ها، نمیدونم اسکیماتراپی، مایندفولنس، اینترپرسونال کانفلیکت منیجمنت تراپی، از اینا که اسمای عجیب غریب دارن، سولوشن فوکست فامیلی بیس تراپی، ولی اینا رو رعایت نکنی هیچ کمکی بهت نمیکنه. پس امیدوارم این دیویدی برای شما قابل استفاده باشه. تا دیویدی بعد به خدا میسپارمتون و امیدوارم هرچه زودتر اون بعدی رو هم خدمتتون تقدیم کنم که تکنیک های اختصاصی رو از ساده به پیچیده مرور کنیم. اول با CBT شروع میکنیم، بعد به سمت تکنیک های اینترپرسونال، خانواده، زوج و غیره حرکت خواهیم کرد. ولی بدون این شما نمیتونی هیچ کدوم از اونها رو درست پیاده کنی.